همراه میشیم با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همین شهر. خانم بنی هاشمی، حکومت خب به روش های سختگیرانه تری مثل همین دوربین های نظارتی که در خبر داشتیم برای تحمیل حجاب اجباری به زنان روی آورده. آیا این نشانه موفقیت نافرمانی مدنی زنان نیست که باعث میشه حکومت روز به روز سختگیرتر بشه؟ به هر حال قطعا زنان تاثیر بسیار زیادی داشتن از اینکه در واقع ما شاهد یک رزمارایی میان شهروندان و شهروندان زن در واقع در مقابل حکومت جمهوری اسلامی هستیم. قطعا اگر که زنان منفعل بودند و تلاش نمی کردن برای این حق، قطعا حکومت هم الان لزومی نداشت که این کارو بکنه. ولی اجازه بدیم به این مسئله دوربین های قدری نگاه حقوقی هم داشته باشیم. اینکه اساسا آیا حکومت اجازه داره که در این رابطه بخواد دوربین هایی رو نصب بکنه و بعد بخواد در ورای اون بخواد مؤاخذه کنه و بخواد پرونده قضایی تشکیل بده، مسئله مرز حریم خصوصی در این رابطه چطور خواهد شد؟ و اینکه اساسا اگر این دوربین هایی که نصب شده و به لحاظ مسائل امنیتی، یعنی از لحاظ اینکه دزدی نشه و مثلا اتفاقات تروریستی، منظورم اتفاقات امنیتی، اگر در اون نیفته، آیا این باید محدود بشه و تنزل داده بشه استفاده به این دوربین ها در حد اینکه بخوایم مثلا بشینن و زنان رو نگاه بکنن و بخوان مایه داری بکنن که در چه تا چه اندازه و به اصطلاح نمره کی 20، نمره کی 19، کی رفوزه میشه، چقدر از مو مشخصه یا نه. در کنار اینکه اصلا ما هنوز در این رابطه میخوام این موضوع رو تاکید بکنم که ما اصلا هنوز قانونی در این رابطه نداریم، یعنی این صحبت هایی که نمایندگان مجلس میکنن یا دیگر افراد میکنن در واقع در یک محیطی هستش که لایحه حجاب هنوز به تصویب به صورت قانونی در نیامده و جزئیات اون هم هنوز منتشر نشده. خب خانم بنی هاشمی، از طرف دیگه میبینیم حکومت به جریمه های بیشتر هم روی آورده. آیا میشه گفت حکومت قصد درآمدزایی از این ناحیه، یعنی تحمیل حجاب رو داره، مثل درآمدزایی از توقیف خودروها به طور مثال؟ هم به هر حال بود مسئله درآمدزایی یا اینکه در واقع جریمه کردن از این لحاظ مهمه، اما یک زاویه مسئله دیگه هم هست. اینکه ببینید، ما در شریعتی که زنان ممکنه با دستگیری مواجه بشن، همیشه سوال این بوده که در این لحظاتی که با دستگیری مثلا مواجه میشن، آیا کارت شناسایی همراهشون هست که دولت بتونه برای اینها بلافاصله پرونده قضایی درست بکنه، با بردنشون به مراکز قضایی چقدر قادر هستش که شناسایی ایشون بکنه. بنابراین یک مسئله که برای دولت خیلی مهم هستش همینه که چرا به ماشین ها بیشترین گیرو میدن، برای اینکه خب ماشین خیلی مشخصه، پلاکش رو تا چک میکنن به اصطلاح صاحب ماشین مشخص میشه، میفرسن پارکینگ و از این جهت در واقع به نوعی میتونیم بگیم یه سیستم انتقام گیری درست کردن که در واقع کار میکنه، چون که بلافاصله مسائل هویت شناسایی و اینها رو میاد و از همین جهت هم هستش که حالا برنامه دیگه ای رو دارن برای اینکه بخوان مثلا گفتن دوربینای هوشمند میخوایم بذاریم و از این صحبت ها. اما با همه این صحبت هایی که من بازم دارم بهش میکنم و اتفاقاتی که داره میفته، خیلی از حقوقدانان همچنان معتقد هستن مسئله حجاب در داخل ماشین مسئله نیستش که به حکومت ربط داشته باشه، به نوعی حتی میتونه حریم خصوصی یک فرد باشه و خیلی از این اتفاقات این چنینی که میفته اصلا مطابق با قانون فعلی جمهوری اسلامی هم نیست. متشکرم از توضیحات شما پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو.